جا به جا شدی. خوبه. بعدم بهم زنگ بزن. خب عروس خانم، تو مگه گشنت نبود؟ چی شد ها؟ چرا چی نخوردی؟ نکنه این چیزا رو دوست نداری ها؟ نه چه حرفیه؟ صبحونه به این خوبی با این میشه یه لشکر رو سیر کرد، اما من به اینجور سفره ها عادت ندارم. عادت میکنی، عادت میکنی دخترم. تو زندگی آدم به رفاه زود عادت میکنه. آره دخترم، اما بذار یه توصیه‌ای بهت بکنم. سعی کن زیاد عادت نکنی. داداش وای ببخشید گلیز، موازم یه حرف اشتباهی از دهنم پریداره. باید سعی کنیم با جوانا خوب تا کنیم، اما منم دارم سعیمو میکنم در این مورد دیگه. از طرفی هم بعضی مسائل خیلی کنجکاوم میکنه. تو این خونه اتفاقات عجیبی میفته، مثل خراب شدن دوربینا و این حرفا. طبیعیه. من این روزا شنیدم دستگاه ها چقدر زود ویروسی میشن، از این اتفاقات پیش میاد. حیف شد اون همه پول میدی به این چیز. حالا که اینقدر پول خانوادت برات مهمه، میتونی دیگه سعی کنی یکم پول در بیاری. اون وقت میشه بگی چجوری؟ تو که از طرز پول در آوردن من خوشم. منظورم پولی نیست که از ماشین بازی در بیاری پسرم، دیگه وقتش است که کار واقعی تو انجام بدی. اولا ماشین بازی نه، راننده مسابقه. دوما فکر کنم ما هر دومون اینو خوب میدونیم، من قرار نیست مطار بزنم بابا. مثلا میخوای چی کار انجام بدی؟ هر کاری که من بگم اونو انجام میدی آتیش. اعتراضی دارین آقا آتیش یا نه؟ همینطور فکر میکردم. هرچقدر پسر خوبی باشی همونقدر به جایزه میدم پسرم. آها راستی، بگیر اینو، اینا مال تو بود. بگیر دیگه پسرم، بگیر. ممنونم بابا جون، خیلی بخشنده. من با اجازتون میرم. نوش جونت عروسم. از سفر لا اجازه امام دست شماست. یاسمین تو رو خدا ببخشی. نه اشکالی نداره، شما که کاری نکرده. داداشمه دیگه. خب بگذاریم دیگه، بسه. اصلا اعصابتون رو به هم نریزین، امروز بریم حسابی خرید کنیم، چیزای خوشگل بخریم. چطوره دخترم؟ آه لازم نیست. باشه باشه میریم خرید. باشه، اما ما یه کار خیلی کوچیک داریم، بهتره بریم، زود برمیگردیم. پاشو بریم. خب باشه، هر چقدر مهمم باشه بذار دخترم یه چیزی بخوره. اصلا مهم نیست، اون عادت داره گشنه بمونه. بیا بریم، بعدن با هم غذا میخوریم. بابا کارت بانکیمو داده. بریم. آه جوونی، فکر نمی کردم صبحونه اولمون با هم اینطوری باشه، ولی اشکال نداره، حداقل آتیش پیشمه. آخه من نمیدونم که کجاشو نفهمیدین. جزئیات و مشخصات کامل خانواده یولمازو میخوام. میخوام همه چیو بدونم. زنگ بزن به آقا کمال، اون درستش میکنه. باشه. آ نه، قراره کل روزو من دنبال خونه بگردم. خوبه. وای جمیله، حلش کن دیگه. خب آ چرا بسته است؟ لعنتی، تو این مملکت هیچ کس درست کار نمی کنه. کجا رفته این یارو؟ شنای خانوم. وای داداش محسن، یادتونه دیشب زنگ زدین و گفتین چند تا خونه پیدا کردین؟ دیشب از بس هیجان داشتم خوابم نبرد، هر چی زودتر بریم. صابونه خوردین؟ بله البته. خب بیاین تو رستوران آقا جلال صابونه بخورین. باباشه. و اینکه تو را در مورد محلش هم بهم یه توضیح بدین،
اینکه چی کار است و چند وقت اینجا زندگی میکنن، چون رابطه همسایگی خیلی برام مهمه. البته چون وقتی خونه میگیری باید ببینی همسایه های خوبی هم داشته باشی. مثلا میخوام در مورد آقا جلال حرف بزنیم، چند وقت اینجا زندگی میکنن؟ خیلی وقته. خیلی وقته یعنی اینجا ازدواج کردی؟ آره. حتما بچه هاشون هم اینجا به دنیا بردن. آره آره. اون مغازرم خیلی وقتی داره. آره خیلی وقته. یاسمین داری چی کار میکنی؟ دارم دنبال عکس میگردم. آره متوجهم، اما بین بالشا چی کار میکنی؟ اینجا ها نیست نه؟ نه خیر نیست. خب من چه بدونم، تو فکر کردی من میدونم اصلا چی کار میکنم؟ یه جوری حرف میزنی انگار من تمام عمرم دارم همین کارا رو میکنم. نه واقعا بی تجربه. تو فکر کردی اگه گیر بیفتیم این ماسک میتونه تو رو نجات بده و تو رو نمیشناسن؟ من همچین فکری نکردم، همین طوری الکی زدم. تو چرا اینقدر بهم استرس میدی ها؟ یاسمین جون ببین، ما دنبال یه فلش، کارت حافظه، هارد دیسک یا سی دی میگردیم، یعنی یه چیزی شبیه به این چیزا. حالا زود باش بگرد ببینم. ها راستی، دیدم به خاطر گرفتن کارت بانکیت نه نگفتی و زود گرفتیش. ما اومدیم خرابکاریای تو رو درست کنیم، آخه تو چرا زود برمیگردی زندگی قبلی؟ چه خبره آقا آتیش، نکنی میخوای برگردی به زندگی پول دارید؟ چرا مزخرف میگی یاسمین؟ خب چیکار میکردم؟ تو میدونی آصف آوجی چه آدم بزرگی؟ اصلا میدونی اون به خاطر امتحان کردن من اون کارتا رو داد؟ اگه نمیگرفتم شک میکرد. مطمئن باش دونه بدونه خرج و مخارجم رو چک میکنه. این مردی که از خودش کار و زندگی نداره؟ نه، کل کار و زندگیش منم، با من مشکل داره. ای بابا، من نمیتونم جایی زندگی کنم که همه ی حرکاتم زیر نظر باشه، اینجوری افسرده میشم. زینب بهر جان بگو خبر بده، قراره یکم دیر بیام. قایم شو قایم شو، بیا اینجا اینجا. یاسمین تو همینجا بمون، من میرم ببینم چی کار میکنه. باشه باشه. زینب بگو تهویه این اتاق رو چک کنن، خیلی بوی بدی میده. کجاش بده؟ بی سلیقه. خدا لعنتتو کنه. یاسمین یه خبر خوب و یه خبر بد دارم برات. هارد دیسکو پیدا کردم، ولی تو گاف صندوق. خب چی کار کنیم؟ چطور بگیریمش؟ رمزو که نمیدیم. ای کاش فقط رمز بود، اثر انگشتم باید بگیریم. اینجا گیر افتادم. یاسمین تو هر وضعیت بدی که میفتیم و تو همش اینجوری میکنی، اعصاب منو میریزی به هم.
سب کن، نگران نباش، بالاخره یه راهی پیدا میکنیم، حلش میکنیم، آروم باش. این جمله یه راهی پیدا میکنم از لغت نامت بنداز بیرون، فهمیدی؟ وقتی اینو میشنوم تنگی نفس میگیرم. اون نفس تنگیه. نه خیرم، تنگی نفس. نه نفس تنگی. تنگی نفس. نفس تنگی. خیلی خوب، برو ببین. باز کن، باز کن. برو. خاک بر سر. اینم از این درست شد. مامان، نگاه کن، یکی داره میاد سمت ما. این زنه اول صبح اینجا چی کار داره؟ اینا رو ببین، اینا رو. بفرمایید. صبح بخیر. صبح بخیر. میشه برامون قهوه بیاری؟ نه نمیشه، چون تازه باز کرد. باشه، پس عزیزم هرچی آماده دارین بیارین، فقط میخوایم گرسنه نمونیم. راست میگی محسن، زود باش برو دیگه، زود باش. خانم محترم، نمیشه چون هیچی آماده نداریم و تا آماده بشه زمان میبره. این چه حرفی عشق من؟ من حلش میکنم، باشه؟ اصلا میخوام مثل فیلم ترسناک شدیم. میدونی اسم اون فیلم ترسناک چیه؟ شعیب خدا رحمتت کنه. تو اون فیلم تو رو تیکه تیکه میکنم، دست یه طرف، پاهات یه طرف. شعیب، نمیدونم میفهمی یا نه؟ نمیخوای بفهمی؟ خب خیر باشه. آقا محسن از کجا میاد؟ داریم دنبال خونه میگردیم، تا الان خونه مورد نظرمو پیدا نکردم. پس دنبال خونه ای؟ متاسفانه نمیتونین تو محل خونه پیدا کنیم. چرا؟ مگه نه محسن؟ این چه حرفی آخه؟ خونه داداش رمزی اینا هست، اونجا خریه، اونجا ببرش. بهشون بگو این خانم محترم از مشتری های ما هستن، تا رفتار درخور شنی داشته باشن. راستش خونه زیر شیروانی ما هم خیلی مناسبه، ولی بابام قبول نکرد، واسه همین نمیشه کاری کرد. درسته مامان؟ انگار قراره آخر فیلم من بمیرم، درسته؟ بازم این زن اومده. ای بابا، این زن یه مشکل داره، بذار ببینم چی میشه. خدا کنه دست آصف اوجی پشت این ماجرا نباشه. برم ببینم. صبح بخیر آقا جلال. صبح بخیر، خوش اومدین. ما به خاطر صبحونه اومده بودیم، اما انگار زود اومدیم، واسه همین داشتیم میرفتیم. آره خیلی زود اومدیم. این چه حرفیه؟ این همه راه اومدین، بچه‌ها یه چیزی آماده میکنن. خیلی ممنون آقا جلال، تو این زمونه آدم خوب کم پیدا میشه. دیگه چی؟ واقعا دیگه نیست داره؟ یعنی فقط یه کم دیگه مونده، ممکنه نسل همچین مردای منقرض بشه. داماد برو ببین چی داریم، آماده کن و بیار. برو پسرم، منتظر چی هستی؟ برو هر چی هست آماده کن و بیار، زود باش برو. خیلی ممنونم. یه ماشین داره نزدیک میشه. چیه دیگه؟ ماما اونجاره ببین، یه ماشین اومد، ببین کی اومده. من چه میدونم؟ وای فکر کن ما مشتریای پولدار پیدا کنیم و عاشق مانتی های ما بشن، همش اینجا بیان، مشتریای ثابتمون میشن مامان. مگه اونا آتیش و یاسمین نیستن؟ ناره اونان، من فکر کردم مشتری پول دارن، این دفعرم بیخیال. همه چی رو بگی، کیکاتو بردار ببین. وای 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 وای، خیلی خوش اومدین، خوش اومدین. ممنونم. آتیش میشه باش چند تا رفت؟ ها خیلی سری میره داداش. واقعا خیلی سریه؟ تو چند ثانیه به اون سرعت بالا میرسه؟ چند ثانیه دوست داری؟ داداش شوی؟ میشه یه دور بزنم؟ چرا نشه؟ حالا هر چقدر دوست داری برو باش دور بزن. جدی میگی؟ واقعا برم؟
جدی میگی؟ آره جدی گفتم، برو باهاش دور بزن. حتی میدونی چی میگم؟ به نظرم تو با این برو سفارش ها رو بده. خیلی با کلاسه، خیلی حال میده. میدونی؟ فقط بهتره قبل از هر چیزی یه خبر به آبجی سهیلا بدی. اگه حسودی کنه من و تو این ماشین رو تیکه پاره میکنه. من که بهت گفتم خودت حلش کن. سلام. سلام دختره. صبح بخیر عمو جلال. صبح بخیر آتیش. آبجی پری ها. داداش من اینو اینجا میذارم، خودم میرم بیرون. تو هم برو. آره بفرما، اینم فرار کرد. حق نداره ها؟ این نارنجک در حال انفجار شدین، یکم بخندین، اینجوری مشتری و فراری میدین. اون که شوهر خواهره. شوهر خواهر؟ تو رو خدا داری چی کار میکنی؟ دارم اسبا رو میشمارم خواهر زن. ببین آدم هر چقدر اسبا رو میشماره تمام بشه که نیست. ماشین آتیشه؟ ها؟ شوهر خواهر گفتم ماشین آتیشه؟ آره مال آتیشه. بسته، کافیه زیاد گاز نده، بسته. اشکال نداره، اولش ما با شخصیت. چی کار میکنین فراریه یه ویلا؟ آتیش؟ باشه باشه، والا ما که خوبیم، حال شما رو باید بپرسیم. رفتین داشتیم گریه میکردیم، ولی برگشتتون که عالی شده. چی کار کنیم؟ با مینیبوس بیاییم؟ بیا. چی شد داداش؟ نگفتی میخوای دور بزنی؟ آره ولی ماشین گرونیه، یه چیزیش میشه، لازم نیست. آه داداش، مگه بارزشتر از توه؟ خب ما از این ماشینا زیاد داریم، بهش اهمیت نده، میتونی دور بزنی. ایول ماشالله، خدای شوهر خواهر راست میگه. یه مرد با ماشینش پوز میده، اون یکی با شخصیتش، مگه نه؟ واسه همینه که اینجوری میگه. دست برد. تو بهتره اینو پشت ماشین تک کنی. مگه اینطور نیست؟ بچه ها به من نگاه کنین. شما چهارتا اکیپ مسخره ای شدین که هیچ کاری هم نمی کنین و فقط حرف میزنین. زود باشین، مثلا شماها جوونین، دست به یه کاری بزنین. آبجی این وقت صبح بازم عصبانی؟ موفرفری به آبجی تیکن انداز، به خدا اون موها تو از جاش میکنم. خیلی دوست داری دهنت سرویس بشه. سهیلا همیشه اینجوریه. اما آبجی پریهان یه چیزی شده. چی شده؟ نگاه کنی میفهمی چی شده. نه داداش، این چرت و پرتا چی؟ خبر اصلی اینجا. نه بابا. من میرم سر کار. خیلی خوب، منم باید به اوساهیلمی یه سری بزنم. میشه شما اون خونه زیر شیروانی رو به هم نشون بدی؟ بگذاریم، بعدن میبینم اتون. داداش شوهی منو تو بریم میزا رو مرتب کنی؟ باشه، شوهر خواهرم رو خسته نکن، چون خیلی کار میکنه خسته میشه. با هم میریم حلش میکنیم. خدا از ازت راضی بشه. ممنونم، بازم ممنونم. ببخشید باید برم دشویی. جمیله پس چی شد؟ باشه، به محض اینکه عکس‌ها رو گرفتی بهم خبر بده. باشه منتظرم. آیشن، آیشن یکم آروم‌تر برو، نمیتونم بهت برسم. خب با ماشینت میمدی دیگه، خیلی سری به نظر میاد. روده بر شدن از خنده. آیشن، آیشن خب باید بگم که تو دیروز واقعا سورپرایزم کردی. راستش برا منم سورپرایز شد. مثل چی؟ چه بدونم، خب یعنی توی اتاق گیر افتادی. این چه حرفی آیشن؟ آتیش الان ازت یه چیزی میپرسم. گوشم با تو. شما تو اون اتاق با هم میمونین؟ آره. چرا پرسیدی؟
چرا پرسیدی؟ چی شد تو که میگفتی ازدواجمون علکیه؟ چی شد؟ حتی میگفتی دوستم نیستین؟ چطور با یاسمین توی یه اتاق زندگی میکنی؟ آتیش و یاسمین، بهتره بگم آتیش و بارود، توی یه اتاق میمونن. من که باورم نمیشه، روی تخت میخوابن. وای خدای من. عایشه؟ ببینم چه خبره؟ چیزی شده؟ چرا داری آروم و بی سر و صدا میری؟ به هیچ وجه نده. چی رو؟ تو بازم حسودی کردی مگه نه؟ منظورت از بازم چیه؟ یعنی برگشتیم سر خونه ی اول؟ سر خونه ی اول برنگشتیم. تا جایی که یادم میاد اون اتاق یه تخت خواب داشت. آتیش تو کجا میخوابی ها؟ زود بهش بهم بگو کجا میخوابی؟ رو تخت خودم. تخت خودت؟ یاسمین چی؟ اونم رو تخت خوابش، یعنی رخت خوابش. تو واقعا میگی اون دختر بیچاره بره رو زمین بخوابه؟ عایشه، خواهش میکنم وارد این موضوع نشو. باشه، چون که این موضوع کاملا شخصی. ببین، از وقتی تو این محله اومدم تو خونه زیر شیروانی رو کاناپه میخوابم. فکر کن، نمیدونم تجربه نکردی، ولی من تجربه کردم. در حال این کارو میکردیم که من و یاسمین قرار گذاشته بودیم هر 15 روز یه بار جاهامونو عوض کنیم. واسه همین نوبت اونه که روز زمین بخوابه. میخوای باور کنم؟ شانس دیگه ای داری؟ اگه خواستی برو از یاسمین بپرس. آتیش مسخره نکن. ببین من خیلی میترسم یاسمین اون عکسو ببینه. نگران نباش عایشه، نمیبینه. من اونو از بین بردم. ولی آتیش تو میدونی موضوع اصلی هنوز حل نشده. اونم حل میشه. تو به هم باور داشته باش. ببین، اگه این گردن بندو از گردنت در نیاری هیچ اتفاقی برامون نمیفته. تو نگران نباش. باشه؟ بیا بریم. خیلی ممنونه. ها میگم استا جون سلامت باشی، دمت گرم. چه حرفیه، من خوشم اومد. خوشت اومد؟ ها، یعنی کمک کردن و دوست دارم. ببین بازم اینا رو برداشته اینجا و برده. چی کار میکنی؟ نمیشه. دو دقیقه همجور که من میخوام باشه. نه نمیشه. باشه بابا، چند دقیقه بعد میبرم میذارم سر جاش. چیزی نمیشه که. خب راستش پسر با نمکی هستی؟ یعنی با صندلی میای و اینا؟ تو هم خیلی بی نمک نیستی. بغل کردنی به دل آدم میشینه. اشتباه گرفتم. اشتباه گرفتی؟ یاسمین، من یه سوالی ازت میپرسم. بپرس. راستشو بگی. باشه. تو و آتیش با هم دوستی؟ چی داری میگی تو؟ میگم تو و آتیش مثل دو تا دوست زن و مرد با هم صمیمی هستین. اسمش دوست جونجونیه. شما با هم همو چی صدا میزنین؟ رفیق، رئیس، سرور، پسرمو یا آقایی؟ متوجه نشده. چی رو نفهمیدی؟ یعنی چیزی نیست که نفهمیده باشی. وقتی ما اومدیم تو اون اتاق، یعنی اتاق شما اومدیم، فقط یه تخت خواب بود. تو اونو میگی؟ مگه چیه پسر؟ خیلی دوستانه هم دیگر رو بغل میکنیم و میخوابیم. زمین میخوابم.
ayrılamam. El kızı değil mi? Aman aman. Sevdi de kaçıverdi. Ha benim acı yârim, başımın acı yârim. Eller bana acımaz, sen acı bari yârim. Daracık daracık sokaklar, kızlar misket yuvarlar. Pul pul olsun dökülsün, seni öpen dudaklar. Pul pul olsun dökülsün, seni öpen dudaklar. اون احمق تو رو زمین میخوابونه؟ تو واقعا رو زمین میخوابی؟ اما اون وای رفیق، عجب آدمیه. چطور میتونه تو رو زمین بخوابونه آخه؟ آی خدای خودت به هم صبر بده. جلال. بله. میگم چطوره موهامو بلوند کنم؟ بلوند کن پریان. فکر میکنم موهام موخوره داره، به نظرت چطوره یکم کوتاه کنم ها؟ آره کوتاه کن پریان. جلال من تو رو میکشم. بکش پریان. تو به حرفم گوش نمیدی؟ معلومه که گوش میدم. من چی گفتم ها؟ چی گفتم ها؟ تو داری منو امتحان میکنی؟ چی گفته؟ چیز گفتی؟ قرار خورشت مو درست کنیم، اینو گفتی؟ نگفتی؟ نگفتی؟ گفتم خورشت مو درست کنیم، من با اون موهات خورشت مو درست میکنم. واقعیتش گوشتامون تموم شده، اگه اجازه بدی برم گوشت بخرم. نمیشه کاری کرد. تو چرا اینطوری نگاه میکنی؟ دارم ذخیره سازی میکنم. دیگه توی خونه نیستیم که. تو دیگه کی هستی؟ یه آدم ساده. بعضی وقتا مثل یه آدم بد اخلاق میشی، بعدش تبدیل به یه آدم رومانتیک میشی دمیر. تو چی کار میکنی؟ نمیدونم یاسمی، یعنی چرا اینجوری رفتار میکنم؟ چرا اونجوری میشم؟ چرا بعضی وقتا عوض میشم؟ فقط یه چیزی رو میدونم، با تو هر چی رو تجربه کنم مهم نیست، همش اینجا هک میشه. بعدش مثل سریال همش میبینمش. ببین بازم. بازم چی؟ بچه ها. دایی مغازه رو باز کردین؟ آره داداش، همین چرا باز نکنی؟ چه بدونم، به ویلا رفتی رفت آمد سخت نمیشه براتون؟ ویلا که سهله، به من قصرم بدن بازم صبح میام مغازه رو باز میکنم، واسهش خیلی زحمت کشیدم. سلام بچه ها، همین چه خبر؟ سلامتی. دمیر برو یه سر به مغازه بزن، مامانت دیوونه شده همش به من گیر میده، به بهانه خرید گوشت از مغازه فرار کردم. قربونت برم، نذار کمبود منو حس کنه، برو زود باش. بده ببرم. نه نه، من با اینا میخوام جونمو نجات بدم. امین یه لحظه بیا با هم حرف بزنیم. باشه. اون زن بازم اومده. زن؟ همون که میخواست مراسم بگیره؟ نه، همونی که اون فرستاده بود، همون زنی که آخرین بار اومد. اون زن یه چیزی داره که آرامشم رو ازم میگیره. خب چه بدونم، میترسم یه کاسه زیر نیم کاسه باشه، خیلی نگرانم، به کسی بروز نمیدم. ولی اون زن همش اطرافمونه، الانم میخواد به محلم بیاد. خب ممکنه به آصف خدمت کنه، ولی این قصد داره چی کار کنه؟ دنبال چیه؟ ما همش آصف آصف میکنیم، ممکنه این زن هیچ ربطی به آصف نداشته باشه. جلال اگه ربطی به آصف نداشته باشه، چرا همچین زنی سعی کنه تو این محله بیاد؟ یه چیزی سر جاش نیست. نمیدونم امین، تونستی خونه بگیری؟ خوبه،
براتون چایی آوردم. دستت درد نکنه. آتیش؟ نوش جونتون، چایی میخوریم؟ آره بیا تو هم بخور. خیلی خوب باشه، منم میرم تو میگیرم. نوش جونتون. دمت گرم. به نظر چنید؟ چیو؟ میگم حرفای منو شنیدی؟ این همه حرف میزنم گوش نمیدی؟ معلومه که شنیدم، کرکه نیستم، دارم گوش میدم دیگه. داری با داد و فریاد حرف میزنی؟ میدونم یه چیزایی گفتم دیگه، بدش کن. داره و نگرانه یه چیزی هست. گفتم یکم حالا هوامون عوض بشه. خیر باشه قهرمان، چیزی شده؟ اوف چه بدونم، یه حرفایی میزنه. میدونم دارن درباره زنی که بابام به محل فرستاده حرف میزنن. بابات یه زن رو فرستاده؟ نمیدونم، وقتی داشتم میومدم شنیدم. دارم چیزایی که شنیدم رو بهت میگم. خدای من، فقط همین کم بود دنبالمون یکی رو نفرستاده بود که اونم فرستاد. این زنه کیه؟ این زنه کیه؟ نشونم بدین برم دهنشو سرویس کنم. یاسمین چطور قبل از هر چیزی یکم آروم باشی؟ حالا چه کاری از دستمون برمیاد؟ سلام. اینجا چقدر آهنگای خوب میذارن. من براتون یه صندلی میارم. خیلی ممنونم. آقا جلال، شما آهنگای قدیمی رو دوست دارید؟ خب نه به اندازه آقا امین، هر از گاهی میشنوم. ممنونم. یاسمین؟ ممکنه همین زن باشه، صبح تو مانتی فروشی هم دیدمش، یادت اومد؟ این یه هفته از این طرف رو میگرده. اصلا ازش خوشم نیومد، حتما کاسه زیر این کاسه است. یعنی واقعا همین زن است؟ فقط از یه طریق میشه فهمید. از چه طریقی؟ ببینم، تو هنوزم کیک جادویی داری؟ تو متوجه هستی کجا وایستادی؟ من سرمایه گذار این کافه بودم، سرمایه گذار. اینجا قهوه خوردین، اینجا کیک بخورین. دخترم چی کار کردی؟ خیلی معذرت میخوام، ببین چقدر دست و پاچولو فتیم. نه تو رو خدا صبر کن، من خودم پاکش میکنم. چه زحمتی من همین الان پاکش میکنم. تو رو خدا بذارید من پاک میکنم دیگه. شما راحت باشین، خودم پاکش میکنم. راحت باشین. بیار بذار پاکش کنیم. بذار ببینم. زود باش. چی میگی؟ هولم نکن دیگه. این خانم‌ها چرا عاشق اینن که کیفشون رو پاک کنن؟ عجله کن دیگه، زود باش. اینو بگیر. پیداش کردی دیگه، زود باش. دیگه. خیلی خوب باشه، یه لحظه صبر کن. بفرما. زود باش، بازش کن. باشه. آره، زود باش. یاسمین؟ یکی تایپ میکنه. جواب بده، زود باش. نمیشه، اثر انگشت میخواد، چی کار کنم؟ چقدر مسخره، با اثر انگشت باز میشه. بیا، یه کاری بکن دیگه، زود باش. انگار من کشف کردم. چی کار میکنی؟ اون کیف مالکیه؟ ما براتون توضیح میدیم. آره توضیح میدیم. این کیف، خب این کیف چیزه؟ اینجاست. ممنونم، به زحمت. نه عزیزم، چه زحمتی، بفرما، تمیزش کردم. خیلی ممنون. ای کاش کور می شدم و نمی دیدم اون رو. ببین سر و پا وایستادن و دارن بدرقه می کنن. را بیفتن حق با من نیست. یه چیزایی هست، منم شک کردم. یه چیزی هست داره. جلال، پریهان، شما اینجا چی کار میکنی؟ بابا تو رو فرستادیم واسه همون گوشت بخری، بر نگشتی، تو مغازه منتظرت بودیم، اینجا چی کار میکنی؟ رفتم گوشت خریدم، اومدم با داییت کمی حرف بزنم. داریم حرف میزنیم مگه نه امین؟ داداش دستت درد نکنه. دستم درد نکنه؟
چیه؟ چی شده؟ زود باش برو مغازه. زود باش. همینجور میبینم ات. خسته نباشی. ممنون عزیزم. بابا زود باش. آره دیگه اینطوری شد آیشن جون. من وقتی واقعیتش خب وقتی شیرینی رو انداختم رو کیف خانومه توش انداختی؟ نه بیرونش افتاد. آره خب من داشتم دقیقا همونجا رو تمیز میکردم که تو یهو اومدی. اومدی؟ آره اومدی. اومدی جریان چی؟ باشه انگار بابام این زن رو اینجا فرستاده. چی؟ یعنی فعلا فقط بهش شک داریم. شک همینقدر. آتیش مزخرف نگو. بابات با خیال راحت آدماشو میفرسته، چرا مخفیانه باید این زنو بفرسته اینجا؟ در ضمن وقتی تونست اون عکسو بفرسته خب راست میگه.